برگردی به یک ولاگ دیگه با من. امروز قراره با هم بریم تم پاییزی بچینیم، چون من کلا یه هفته میشه که مودم دوباره خیلی پایینه و احساس میکنم نیازم دوباره یه تغییر و تحولی توی خونه بدم، توی خودم بدم، یه ذره اون انرژی منگار در جریان بیفته، حالم بهتر بشه. و قبل از اینکه بریم سراغ این وسیله هایی که من حالا واسه پاییز تم پاییزی در نظر گرفتم بهتون نشون بدم، میخوام شمع درست کنم و کلا شمع درست کردن، شمع روشن کردن برای من یه تراپی خیلی خوبه. یعنی اصلا نمیتونید تصور کنید با یه سری چیزای خیلی کوچیک خیلی معمولی میتونید شمع درست کنید و با هم میریم الان شمع درست میکنیم. امروز هم داشتم فکر میکنم از آخرین باری که تم پاییزی چیدم توی خونه 2 سال گذشته و خیلی عجیبه که واقعا 2 سال گذشته، 2 سال از عمر گذشته و من خیلی برام عجیبه. خلاصه بریم اول با هم شمع درست کنیم، بعد تم پاییزی بچینیم تا حال و هوامون، روحیه‌مون خوب بشه، حال و هوامون، روحیه‌مون پاییزی بشه. پاییزی خیلی دوست داشتنی. به نظر من در حقیقت پاییز توی آبان ماه شروع میشه، ولی خب ما سعی میکنیم از مهر ماه توی اون حال و هوای دوست داشتنیش قرار بدیم. بعد از اینکه بریم سراغ شمع سازی، من می‌خواستم بهتون بگم که من داخل اینا شمع داشتم، دقیقاً همون 2 سال پیش درست کردم، اینو توی زمستون درست کردیم، اینم توی پاییز که نارنجی بود. بعد اینا کلا شمعش دیگه روشن نمیشه، یعنی فیتیلش خیلی رفته و پایین دیگه. اینا 2 سال بود شمعشون همینجوری مونده. بعد من کلی میگشم خدای من چه جوری شمع اینا رو در بیارم و اینا. بعد صبح بیدار شدم قشنگ با چاقو اینجوری دور شمع چاقو زدم دور شمع، بعد قشنگ شمع قالبی در اومد خیلی راحت. بعد خیلی راحتم با سیم شستمش و تموم شد. الان میخوام اون شمعایی که قالبی در اومده رو اضافه کنم. بس بر وسیله شمع‌سازی بیارم. خب همون جوری که میدونید، بازم تکرار میکنم شاید کسی باشه که اولین باش باشه داره ویدیو شمع‌سازی رو میبینه، یک شما قابلمه نیاز دارید، یک ظرف نیاز دارید که مخصوص شمع‌سازیتون باشه، یعنی اصلا نباید استفاده دیگه ای ازش بکنید. بعد این وسیله های شمع‌سازی منه که من پارافینی که دارم اینه، من همین پارافین رو دارم، هم این، ولی نمیدونم این پارافین درسته یا نه، حالا اضافه میکنم دیگه. این دوتا هم از پارافینایی که توی اون ظرفه بودن. ببین فکر میکنم بسته، ولی فکر کنم فقط یه قالب پر بشه. حالا امتحان کنم، اگر دیدم این درست بود اینو اضافه میکنم. قابلمه رو پر آب جوش میکنی، میذارید آبش جوش بیاد، بعد این ظرف پارافینیتون رو اینجوری به حالت بنماری میذارید روش که آب بشه، میذارم تا آب بشن بعد رنگ بشه، چون میخوام همه شمام نارنجی باشه. الان این فیتیله یکیشونه، آنجا دیگه نگاه کن آب شد قشنگ فیتیلش راحت در اومد. این خودش نارنجیه خب، ولی من یه ذره رنگ نارنجی باز اضافه میکنم که چون اون نارنجی خودمونه ممکنه یه ذره تیره تر بشه. چند تا اضافه کرد الان میذاریم اون رنگ نارنجی ها آفش رو قاطی بشه. حالا این طرف این فیتیله همه شون پارافینی هستن رو من اینا رو بیرون خریدم دیگه، جدا میکنیم برای قالبمون. اصلا من اول از این شروع میکنم چون شاید اون پارافین نرسه بهش. بعد با چسب کاغذی، چون اینا قالبی هم میتونید از این روش استفاده کنید که کارتون راحت باشه، چسب کاغذی اینو قشنگ اون پایین میچسبید. این ظرفم چون بزرگ بود دو تا در نظر گرفتم اینجوری کنار، به نظرم جالب میشه، خودم خیلی دوست داشتم همیشه اینجوری از این شمعی که چند تا باشه دیگه. الان آمادن که مواد مذاب رو بریزیم توش. کاملا بگم زدم. چرا اینجوری شد؟
تمام شد؟ نگران نباشید. نگران هیچی نباشید. همه چیز طبق برنامه است. بالاخره تموم شد و اینامون شدن دوتا، ولی خیلی خوش رنگ شد به نظرم. حالا میذارم اینا خوش بشه، بعد با هم تم پاییزی رو بچینیم. الان ساعت 1:30، بذار ببینیم کی خوش میشه. خب بعد از 2 ساعت کامل گرفتن و اوکیه، فقط نیاز به هواگیری داره که متاسفانه من دیگه نمیتونم درست کنم چون حوصله ندارم. بپذیرید دیگه، همینجوری خوشگله این که الان مثلا فرو رفته و اینا. بریم الان بهتون نشون بدم وسیله های تم پاییزی رو بچینم. خب این جعبه تمای منه که امروز صبح خودم درآوردم یه نگاهشون بندازم ببینم چی دارم چی ندارم. اول از همه یه دونه گل دارم که حالا قراره ازش استفاده کنیم چون نارنجی بود و موقع خریدم، و 2 تا کدو حلوایی دارم، کدو حلوای پلاستیکی، کاج که خیلی دیگه به نظرم پاییزیه، و اینا که فکر کنم بیبی کاج باشن، نمیدونم، ولی خب به نظرم خیلی باحاله و خیلی کاربرد داشته همیشه توی تم پاییزی من. و چیزایی که توی این 2 سال خریدم یا هدیه گرفتم، یکیش این کتابه که به نظرم خیلی پاییزی طوره و خیلی میتونه کاربرد داشته باشه توی تم، که مامانم برام خریده بود، و این شمعه که شمعه وینتیج طوریه و خیلی هم خوشبوه، ولی خب اینم دقیقا ظاهرش به نظرم خیلی پاییزیه. یه دونه دیگه شمع آنشرلی، اینم زود باید استفاده کنم چون دیگه داره خراب میشه و باید بیشتر بذارم بمونه. دیگه 2 تا شمعی که با هم ساختیم، و مهمترین مسئله این چوبه است. چوبه رو ما 2 سال پیش که داشتیم از فیلبند برمیگشتیم، همین کنار جاده یهو منظور دید نگه داشت و رفت آورد. یه تخته چوبه منظمم نیست و جلا دهنده میخواد. حالا من الان ازش استفاده میکنم، ولی حتما توی این چند وقت میرم یه جلا دهنده هم واسهش میگیرم که قشنگ خوب بشه. یه چیز خیلی خوبی که داره و دوست دارم حتما از این استفاده کنم اینه که خیلی بوی چوبه قشنگی میده، خیلی اصلا نمیتونی تصور کنی. حالا با همه اینا بریم با هم تم پاییزی بچینیم توی پذیرای آشپزخونه و اتاق کارمون.
خوشحالم. خیلی نگاه کنید چقدر ناز شد، بوی خیلی خوشگل شد. بذار بهتون با توضیحات نشون بدم. یه پذیرایی کالیمبامو درآوردم و به نظرم ایده خیلی خوبیه، چون که اینجوری باعث میشه خیلی بیشترم کالیمبا بزنم. این از شممون قشنگ داره روشن میشه و این سری هم خیلی میخوام روشن کنم، چون تموم بشه باز دوباره یکی دیگه میسازم خیلی راحت. ولی خیلی کیوت شد. اینم گذاشتم این طرف. این از پذیرایی توی آشپزخونه. این گلن رو گذاشتم اینجا، به نظرم تنهاش خیلی خلوت میشد، ولی با این یه ترکیب خیلی جالبی داره. حالا نمیدونم به نظر شما خوبه یا نه. و این شمع گذاشتم اینجا از یاد میخوام آشپزخونه، خیلی دوست داشتم توی آشپزخونه شمع بذارم که میخوام آشپزی کنم، میخوام قهوه درست کنم یا هر کاری دوست شمع روشن کنم. خیلی به نظرم ایده جذابیه. اینم که دوتایی شد و خیلی به نظرم بانمکتر شد. امیدوارم فقط اینا جوری نشه که زود برم پایین و دورشون خالی بمونه، چون خیلی گود شدن. و بخش ماگا که ماگا رو رنگاش سعی کردم پاییزی کنم به جز این. به نظرم اگه یه ماگ این رنگ دیگه بخرم، یعنی یه ماگ پاییزی دیگه بخرم، همه چی درست میشه. ولی با این حال این پرطرفدارترین ماگ توی این فصل میشه. این قهوه خوری کوچولو رو من از جهیزیه هم دارم و چون الان خب زیاد اسپرسو خالی میخوریم، احساس کردم خیلی به تم پاییزی میخورن. گذاشتمشون به جای اون آلبالوه. حالا یه دونهش رو بذاریم، اگه یه دونه هم باشه خوبه. حالا شما بگید یه دونه بذارم یا دوتا بذارم. میتونم بذارم توی همین کابینت ماگا اون یکی رو، یعنی دسترسی بهش راحته. این طرف هم خیلی پاییزی شد. این کدو حلوایی خیلی جالب و جذاب جا شد اینجا و همه چیمون. اینجا حالا قراره یه سری چوب دارچین بخرم میذارم توش، یه سری لیمو امانی میذارم، خیلی خوشگلتر میشه. ولی الان ندارم، میخوام بریم ملایر از اونجا میخرم. یکی از دلایلی که خیلی شم گذاشتم تو همه جا و میخوام روشنشون کنم به خاطر هوگا کردنه، که حالا یه ولاگ واسش میسازم که چجوری هوگا کنیم. یکی از کارهایی که واسه هوگا کردن باید انجام بدیم اینه که نور خونه خیلی کم باشه و خونه با نور شم باشه. حالا من خیلی دوست دارم که امسال اینو تجربه کنیم که شبا نور خونه خیلی کم باشه و این شما رو روشن کنم ببینم چطور میشه. دلم میگیره، حالم خوب میشه، میتونم لذت ببرم اینو و نگران اینم نیستم که تموم بشه. اگه تموم بشه دوباره میسازم. یکی نگرانی همه همین. اینم از ولاگ امروزمون. خودم خیلی مودم تغییر کرد، خیلی اصلا نمیتونی تصور کنید و خیلی حالم خوب شد، مخصوصا بابت میشم که کنار قهوه هاست و کنار دستگاه اسپرسو سازه، چون که میدونم صبح که میخوام اسپرسو بزنم اونو روشنش میکنم و لذت میبرم. خیلی دوست داشتم همهشونو، خیلی دوست دارم همهشونو. امیدوارم که بشم ایده داده باشم. مواظب خودتون باشید، میبینمتون تا ولاگ بعدی و خدافظ. تو ولاگ بعدی کلی حرف دارم که میخوام براتون بزنم.